پور وافرانی عضو مجلس ارتجاع. مردم از گرانی ها به سطوح آمدند. عین الله شریف پور عضو مجلس ارتجاع. امروز همگان صدای شکسته شدن ستون فقرات اقتصادی خانوارها را میشنوند. تجمع‌های اعتراضی در تهران و مشهد. اعضای مجلس ارتجاع در جلسه علنی روز دوشنبه به فقر و بیکاری در جامعه که مسبب آن آخوندهای جنایتکار هستند اعتراف کرد. یک روز مرغ از سفره مردم بر می کشد، یک روز گوشت قیمتش سرسام آور می شود و از سفره مردم خداحافظی می کند، یک روز قند و شکر، هر روز یک کالا سفره مردم را ترک می کند. آیا وقت آن نرسیده که نان خالی و آب آشامیدنی را هم از سفره مردم حذف کنیم؟ مردم از گرانی ها به سطوح آمدند. مشکلات مردم خیلی سخت شده و واقعا گرانی ها حالا که بمب های اون داره امروز تو سفره مردم و زندگی و معیشت مردم فرو می‌ریزه. عین الله شریف پور عضو مجلس ارتجاع در جلسه علنی به فقر و خشم مردم از رژیم آخوندی اعتراف کرد. تورم و افزار گسخته امروز مردم را شدیداً آزار می‌دهد. کارگران عزیز، بازنشستگان، کارمندان، معلمین و در یک جمله قریب به اتفاق مردم از وضعیت پیش آمده جلمندند. امروز همگان صدای شکسته شدن ستون فقرات اقتصادی خانوارها را میشنوند. نقوی حسینی عضو مجلس ارتجاع در جلسه علنی روز دوشنبه برجام آخوند روحانی را زیر علامت سوال برد و گفت: همکاران محترم، دولت عزیز دلبستگی به آمریکا، اروپا و همپیمانان آنها عبث و بیهوده است. آنها دشمنان یاغی و شکن و قسم خورده ملت ایران هستند. سرنوشت برجام عبرت آموز بود و بنابراین هر اگر هنوز کسانی و جریاناتی به دنبال برجام های دیگر و حل مشکلات از طریق مذاکره با غرب باشند، قطعا مسیری غیر عقلانی و برخلاف منافع ملی و ملت و کشور طی می کنند. بهانه ها و خواست های آمریکا و همپیمانان او حد یقف ندارد و مشکل آنها اصل جمهوری اسلامی است. غارت شدگان مؤسسه پدیده در مشهد در اعتراض به غارت دارایی و سرمایه یک عمرشان در مقابل استانداری رژیم در مشهد تجمع کردند. اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به همراه اتحاد بازنشستگان و جمعی از دانشجویان حامی کارگران در برابر وزارت کار رژیم تجمع کردند و به دستمزد چند برابر زیر خط فقر، گرانی و تورم اعتراض کردند. خوان گوایدو رئیس جمهوری موقت ونزوئلا در پیامی از همه مردم ونزوئلا خواست به خیابان‌ها بیایند و تظاهرات کنند. در قسمتی از پیام وی آمده است: همه با هم به خیابان‌ها می‌رویم. ما تا زمانی که رژیم غاصب جلوی دسترسی خدمات بشردوستانه به صدها تن از مردم را گرفته که به دلیل نبود دارو و غذا جان می‌دهند، نمی‌توانیم هیچ جشنی بگیریم. تا کنون حدود 60 کشور ریاست جمهوری موقت خوان گوایدو را به رسمیت شناختند.